محسن جان، استراب چشمان قاتل و آرامش نگاه تو مرز روشن بین حق و باطل. شهادت مبارک. جوان هستم در شبکه نسیم اینجا خنده بفرم. حالتون چطوره؟ عالی. خدا رو شکر. حال من چطوره؟ عالی. خانمت خونه؟ عالی. خدا رو 100,000 مرتبه شکر که همه میگن عالی. آقا این تمرین عالی گفتن خیلی مهمه ها. این اصلا برای این داریم میگیم که تمرین بکنیم، هر کی فرصت چطور بگیم عالی. عالی. من خیلی خوبم. این که چطوری؟ جوابه یه کار میکنم، بعض وقتی یه کار میکنم به طرف پشیمون میشه، حال آدم میپرسه حالا چطور؟ همه چی رفت. آره ولی واقعا خوبه. مرسی و یا ممنون و اینام خوبه، ولی حالا چطور؟ عالی. خوبم. خب همین ابتدا من یک دوست و یار عزیز دلمون در خندوانه، الان اینجا نیست، سرپرست گروه موسیقیمون ابوالفضل شفیع عزیز، امروز مادرش به رحمت خدا رفت، آرزوی شادی روح برای مادرش و صبر و سلامتی برای همه اعضای خانوادهش میکنیم، همینطور برای همه عزیزایی که تو همین روزا کسی رو عزیز رو از دست دادن، همین دعا و آرزو رو میکنیم. شادی برنامه رو تقدیم بکنیم به تمام عزیزایی که الان هستن ولی کسی رو از دست دادن، ولی خودشون صبور قوی ادامه بدن و در کنار همدیگه باشن. موافقین؟ بله. به احترامشون بلند شیم. البته الان ابوالفضل امشب پیش ما نیست، به تب در کنار همه خانوادن و عزادارن، ان شاءالله که سالم باشن و خوب و ابوالفضل بتونه زودتر
با روحیه خوب کنار ما برگرد و با هم دیگه بتونیم خندگانه رو ادامه بدیم. پس به افتخارتون. بفرمایین. خیلی هم عالی. اصلا با بیخه با هم ترافم کرده یا اینومه چی شده؟ هیچی خسته شدم. نمیشه. چی نمیشه؟ نمیشه. قبول نمیشم. 35 بار دارم من امتحان میدم. رانندگی. چی به امتحان میدی؟ چی بگی؟ چی رو امتحان میدی؟ رانندگی. نه. برای اخت گواهینامه دیگه. 35 بار هم تا میدم. نمیشه اصلا. واقعا 35 باره؟ نمیشه. نمیدونم اخت کنم گوه اینو مرا. هی میرم نمیشه. عجب چیز پیچیده ایه. بعد دارم میرم یادم بعد رفتاری میکنم. یه جا کار بلنگه. من کار هم درست انجام میدم. میدونم. میدونم حالا شاید یه نقایصی تو کارتون وجود داره. نمیدونم من چه. نقایص کار خودم رو نفهمیدم. 35 بار دارم میرم نمیفهمم. بیا اینجا بشین. چرا؟ چه اونجا بشینم؟ به چه نیتی؟ به چه منظوری؟ به نیت کمک کردن. اونجا چه کمکی میتونی با هم بکنی؟ عزیزم بیا بشین، من باید کمک کنم. یه دور با هم بررسی کنیم. دوستانم اینجا هستن. کیا گواهی نامه دارن؟ کیا گواهی نامه ی رانندگی دارن؟ خیلی خوب. این همه آدم اینا. همین اینجا. نه اینجا بشین. این یه ذره بدینیم برتر. آها بشین. خودت کجا میشینی؟ من کنار شما واستادم. بشین کلاس رو اگه بخوایی شما الان پشت فرمونی. خب شما الان تصور کن پشت فرمونی. بایرام جون به من توجه کنی لحظه. پشت فرمونی تو ماشین نشستی داری رانندگی میکنی و میریم جلو ببینیم چه اتفاق میفته. من واقعا میخوام ببینم شما وضعیت چجوریه تو رانندگی. الان بشین نشست فرمون. تنظیم آینه چی آقا؟ ببین کمربندت رو ببند. بستم بیا باز دارم. اگه فکر کنی به رانندگی خوب نیست برم سریع عوض کنم. بیا نمی سفید بستم. بشین جاتونو با هم عوض کنی. من رو فرمون راست راحت تر هم که اون بودم. کمربندت رو ببند. اصلا عزیزم این کمربند ایمنی رو نمیبندم. آقا نمیبندم چیه؟ چرا؟ خب اونو بستی. آینه یه وسط رو تنظیم بکن برای خودت. اول صندلی تو تنظیم بکن. صندلی تو تنظیم بکن. دوشکش خراب شد. ایده ایکی بشون. نه تنظیم رو نیفه آقا چیه؟ بومله دیگه میشه دیگه. تنظیم برای چیه؟ صندلی تو ماشین تا حالا مگه نشستی؟ من نه. حالا نشستم تو ماشین با پشت صندلی. واقعا هیچ وقت؟ نه یه بار کوچک بودم نشستم. خب فکر کن الان بس نشستی. خب بعد کمرت بستی اونو تنظیم کردی. آینه اینجا رو تنظیم بکن. پشت سرت خوب ببین. یکی بیارم خودش همین کار رو بکنه. خودت برای دید خودت و قد خودت و اندازه خودت باید تنظیم کنی. الان آینه رو تنظیم کن که قشنگ خوب پشت رو ببینی. برای دیدن پشت نه خودت. کوچیک نیست خیلی؟ برای پشت. پشت چون عمق داره اونجا خوب پشت دیده میشه. ببین
خب دیدم، پشتو دیدم. نه، اونو تنظیم کن برای خودت. الان قشنگ پشتو میبینی؟ پشتو قشنگ میبینم. آقا هوایی که مجفت. شما مگه نمیبینی؟ چیزی رو قبل بردی؟ داری دست میدازی منو، می پشتو میبینی، من پشتو میبینم. آینه بغل تو تنظیم کن. آره بغل رو؟ آره یه آینه کافی به من، برای چی چند آینه؟ نه عزیزم، اون برای پشت، این برای سمت چپ تو، اون برای سمت راست. نه افراده، افراده؟ یه جو کافیه، یه جو آینه کافیه، من کارو انجام میدم. چجور کن؟ بخواب اصلا یه سوال بکنم، واقعا هیچی از رانندگی نمیدی؟ خب از آینه رو نمیخوام، نه آینه رو نمیخوام، یه چیز دیگه بگو، فرمون بگو، بگو فرمون 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 رو بگی دسته عزیزم، فرمون رو بگی دستت. یه دقیقه بجو هنم رکو بگیرم کجور فرمونه باید یه دقیقه. گرفتم. این چیه؟ گرد دندسون. نه نه کچولوه و جلو میشه خوی دیگه. واقعا واقعا متوجه نمیشی شما از فرد از رانندگی چی از رانندگی چی نمیفرد؟ تابلوهای راهنمایی و رانندگی رو من اصلا محل نمان نیارم، هم به محل نرسیدم ها، من رو فهم بیدم منزو شما چیه از این کارا. آه باست ما قریب اصلا شما اصلا به این مرحله نرسید؟ نه نرسیدم من، هم نرفم تو امیلیو پاس کنم تو توری ها فعلا. یه سر از این علائم راهنمایی نامه دارم میگم 35 بار رد میدم. علائم راهنمایی و رانندگی این چیه؟ این کارگری که داره کار میکنه خدا خیرش بده برکت بیاد تو سفرش. خسته هم نباشی کارگر. خسته نباشی کارگر. خسته نباشی کارگر داره میگه اون تابلو. کارگران مشغول کارند. دستشو داره را کنه به مرد داد نداره که به نزیه سر ما. هر که شغلی داره دیگه برای خیلی تو. تابلو بعدی؟ تابلو بعدی چی؟ هواپیما داره میاد مراقب باشی. هواپیما نمیاد، هواپیما میره، تقاطعه. من نمیدونم میره یا میاد، هواپیما اومده تو دیگه به من افتاده، تقاطعه. بعدی روز مرد مبارک. نه مبارک، نه عبور عابر، عبور آقا ممنوع، عبور آقا ممنوعه، آقایون نمیتونم بیار اینجا. فیلمش هم ساخته بودی، عبور آقا یا ممنوع اینه، آقا نباید بیاد. خیلی خوب، بعدی خطر گرفتن کمر. خطر گرفتن کمر؟ بله. اینجوری؟ بله. یا اونه یا فکر میکنم اصلا دلا شده هم ممنوع. دلا نشی آسیب برسونه. بگه دو شاف حالا هی بگو اونا بری بیشتر. خب بفرم بشین. بعدی بعدی که اگه اون جلویه بذار به عقبی افراد امتیاز میگیره. 70 امتیاز؟ نمیدونم حالا کدوم مسابقه شو رو هم که جوریه، یکی من بذار با اون یکی. یا اگه یکی هم وسط اونا رو هشه بذارم به 70 امتیاز، امتیازی کمی گذاشتن برای تابلو، امتیاز کمیه چون کار خطرناکی اول. بعدی؟ بعدی چیه؟ هر رفت یه اومدی داره؟ ضرب المثله. من چه میدونم؟ یعنی واقعا ممکنه توی خیابون پلیس راهنمای رانندگی برای بله مراقب باش آقا، هر رفتی اومدی داره. فکر کن ضرب المثل بزنه پلیس تو خیابون. نه میگه اینه معنیش، یا رفت ممنوع برگش آزاد. یکی درسته؟ درست گفتم، یکی چه درست گفت؟ بعدی این چیه؟ او چیه؟ او چیه؟ تخم مرغ یا نذاری رو میز. تخم مرغ بذاری یه جای دیگه. این توی وقت جاده و خیابونه اینا چه اهمیتی داره؟ یه سری آدم هم معلوم نمی کنه که یه تخم مرغ بذاری رو میز. و این میتونه خطر آفرین باشه؟ بله؟ او تخم مرغ بزرگی رو میز؟ نه.
شما واقعا در طول این 35 باری که اون چیه شما میگی چی اون؟ عبور تریلی اون تانکر. خب عبور تانکر ممنوع. چرا؟ خب نمیرم شرایط اون معبر این شکلیه. ما نمیرم اون بر. خب بعدی چیه این؟ حیوان دونو. خب گوز. آره منظورش چیه؟ شکار آزاد. نه آقا نه گوز بذار شکار کن. نه عزیزم به راننده داره میگه. آها غزال تیزپا. برنده میگه غزال تیزپا. تیزپا نگاه کن شبیه توه. نه عزیزم ورود حیوان آزاد. نه داره میگه احتمال مراقب باش یه گوزی ممکن نفهمه بپره تو. آها احتماله باید بدونم احتماله احتمال و خطر عبور حیوانات. چه قانونیه این؟ بر ماشین چه ربطی داره؟ خب ممکن تصادف بکنی. ممکنه که تصادف زور اشتبار نمیرسه این. خطر هم برای حیوان وجود دارن برای خود ماشین و سرنشین. این نمیشه. تموش. این چیه؟ فرود دایره های زیاد در مجموعه ممنوع. چقدر ممنوع داره راه رو بردنگ؟ بعد چی مجازه؟ هوا چی که ممنوعه؟ نه خیلی چیزا مجازه. چی مجازه؟ چی مجازه؟ خیابونی یه طرفه. دو طرفه گردش به راست گردش به چپ او یالمه چی مجازی سه چراغ سبز رفت گردش به راست رو بد میده من تو بخوام بگی چپ چرا باید بکنی نمیخوای به راست من هر چی که میگم سلیقه‌ام نیست من متفاوتم نمیتون هر چی که به ایوال بشه انجام بده بفهم کجا برم بریم کجا اصلا بریم 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 بیا با هم بریم با هم بریم بریم با هم بریم تشریف بریم را بری یه ذره برام یه رد رفت آمدی برو برگردم یا نه برگردم دلبریم کمتر شد یا بیشتر نه خوبه خوبه توی بجنم خوبه بریم بیاییم یک دو سه بریم بیاییم میخواییم ورود بکنیم توی این جعبه جادوی جوایز شبانه یا 24 ساعتی 780 و ببینیم چه جایزه گیرمون میاد و ببینیم که چه جایزه گیرمون میاد و ببینیم که چه جایزه گیرمون و ببینیم که چه جایزه گیرمون و ببینیم که بسه لوسبازی جایزه رو پیدا آرش اوه سه روز اقامت در بهترین هتل ایران به انتخاب شما با یک همراه کیا این جایزه رو میخوان؟ کیا این جایزه رو میخوان؟ چارش فقط اینه زمانی که این برنامه پخش میشه در منزل موبایل به دست میشینین پخش که شد یه تراکنش میکنین یعنی چی؟ یا شارژ میخرین یا بسته اینترنتی میخرین یا قبض پرداخت میکنین اون وقت شما به شکل خودکار تا 24 ساعت آیندهش که وقت دارین این کارا رو هی تکرار بکنین یا یه بار یا دو بار یا سه بار توی این قرعه کشی شرکت داده میشید به شکل خودکار و اتوماتیک و در این حال امتیازاتتون جمع میشه برای جایزه 500 میلیون تومانی جایزه 500 میلیون تومانی برای کلافش دارم یه نکته بگم دم شما گر مردم عزیز ایران دم بنیادها و نهادها و وزارتخونه بهداشت و غیره گرم کمیته امداد دمش گرم همه در کنار همدیگه واستادیم 400 هزار کودک زیر 6 سال که توی ایران شناسایی شدن که سوء تغذیه دارن سوء تغذیه یعنی که دیگه بیماری یعنی دیگه آسیب دیدگی های جدی جسمی و ذهنی یعنی کاملا معلولیت
400,000 تا از این بچه‌ها در ایران شناسایی شدن که غذا ندارن بخورن، هیچ چیز ندارن بخورن. متاسفانه بعضیشون در این حد آسیب دیده شدن و چیزی نداشتن بخورن که مقعدشون برای دفع دیگه از کار افتاده و این خیلی 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 آزاردهنده است. فکر کردن به اینکه تو مملکت ما بچه‌هایی وجود دارن که هیچ چیز برای خوردن ندارن. دمتون گرم، دست به دست هم دیگه دادیم. این 400,000 تا بچه‌ها الان شدن زیر 100,000 بچه و بیش از 300,000 بچه نجات پیدا کردن، یعنی تأمین غذا شد براشون بیش از 2 سال و ایشالله همینجور ادامه پیدا میکنه. به جنبین تمام کارخانجات، تمام رستوران‌های بزرگ، هر جایی که این امکانو داره، لطفاً 1% از درآمد ماهانه و سالیانتون رو بذارید کنار برای این بچه‌ها. همین بچه‌ها بزرگ میشن، نیروی کار متخصص و فعال میشن تو این مملکت تا بتونیم خودمون هممون در کنار همدیگه برای آبادانی مملکتمون کار بکنیم. در صورتی که اگر دست نجنبونیم این بچه‌ها آسیبشون جدی بشه و معلولیت برشون ایجاد بشه، فردا خود ما باید هزینه کنیم و در کنار بچه‌ها واسیم تا معلولیتشون رو بتونیم مدیریت بکنیم. پس بذاریم خودشون سرپا بشن و نیروی کار درجه یکی که توی این مملکت بشن. زیر 100,000 بچه باقی مونده. بجنبیم، همه دست به دست هم بدیم این اتفاق بیفته و توی سایت هم تشریف ببرید، همسفره.ir. اونجا میتونید که اطلاعات کافی رو به دست بیارید و نحوه کمک کردن این بچه‌ها. بیشترشون هم نیمه جنوبی کشورمون هستن. بجنبین، قطعا این عرق بین هممون وجود داره، یعنی شمال و جنوب نداره، فقط برای اینکه اطلاعاتتون بیشتر باشه گفتم. بجنبین بریم به بچه ها کمک بکنیم و بعدم بریم بیایم. 1, 2, 3 بریم بیایم. هفتاد و چهار یعنی چی؟ 74 وزنی است که من دوست دارم بهش برسم. الان 174. 99. 99 که اونجا نوشته هم برای اینه. آره. عجبو. 11 کیلو کم کردی. تو چند وقت؟ تو یه چیزی هولوش 40 روز. 41 کیلو چیه؟ وزن کاهشه. الان 124 کیلو. 100 کیلو میشه. میخوام که بشم. شما چاق نیستین که؟ چاق بودم. اینقدر بودی؟ آره اینقدر. در واقع تو این بودی؟ آره. چقدر چاق بودی؟ چاق و چله بودی؟ چاق بودم و حالا 11 کیلو کم کردم تا وزن ایدئالم یه 3-4 کیلوی فاصله هست. صبحونه نخوری؟ شام نخوری؟ چی؟ نه همه چی خوردیم. خب؟ تا تمام وعده ها هم بوده. خیلی ورزش کردی؟ ورزش هم نکردیم. همه چی خوردم، سیر خوردم ولی به اون وزنی که میخواستم رسیدم. امکان نداره خانم. بله، من یک تکنیکای یاد گرفتم که از هر سفره هر چی خواستم خوردم ولی لاغر شدم. عجبا، چه تکنیکایی داری؟ یاد گرفتم که چجوری بخوری. خودتو بسی به تخت؟ نه، اصلا اینجوری نبوده. نه، اصلا به اندازه خوردم، هر چی هم خواستم خوردم، مسافرت رفتم. ای بابا نمیشه که آخه. نه، میشه. وقتی راهشو بلد باشی چرا نشه؟ میگن اگر میل داشتید غذایی رو بخورید. بیش از سیری نخورید. مشکل بسیاری از شاخه این است که بیش از سیری غذا میخورن. حتی مدام رعایت کردم از اون اومد پایین. الان حواس نکردی یه دونه از این نون پنیرهای خوشمزه رو؟ چرا، ما هر وقت حواس کنیم هر چی بخوایم میتونیم بخوریم. شما میتونید از هر سفره هر غذایی را که دوست دارین بخورین، سیر بشین و هیچ وقت چاق نباشین و 40 کیلوگرم 50 کیلوگرم وزن کم کنید. چاق نشید دوباره خانم؟ به هیچ وجه. دوباره 11 کیلو برنگرده؟ به هیچ وجه.
خیلی مطمئنی؟ بله. بیا بفرما. عجب چیزیه بابا. به شما میگن چاق ناراحتی؟ نه خیلی، هم که گفته بشه خیلی دردناک نیست. بعضی وقتا حالا بعضیا لحنشون یا حالا اون، بله بعضی وقتا ناراحت کننده میشه. فقط مسئله چاقی نیست، مسئله اون نارضایتی است که دوست دارم تبدیل بشه به رضایت. دیگه بعضی موقع خسته میشن، یعنی من واقعا به اوج خستگی رسیدم. چون مشکلات مختلفی واسه من به وجود میاد. هم از لحاظ لباس، هم از لحاظ همه چی. چیکارا نمیتونی بکنی مثلا؟ خب اینکه لباس یکیش بوده. شما مشکل لباس و اینا هم دارین؟ مشکل لباس به خیاط سفارش میدم. میف سفارش. کلا. یعنی حتی زیر پیرن هم به خیاط سفارش. شما برین پارک آبی ولی نتونین از سرسره ها استفاده کنین به دلیل محدودیت وسع. شهر بازی همینطور. شاید همه جا نتونین حتی. من دوستایی دارم که حتی حاضر نیستن رستوران، سینما یا اینا بیان چون نگرانن که نتونن رو صندلی بشینن. حتی تو بیمارستانا یادم که مثلا کارهای درمانی که میرفتیم حتی تجهیزاتی که مناسب افراد خیلی چاق باشه وجود نداشت. سوار دوچرخه میتونی بشی؟ دوچرخه هم خریدم ولی تحمل وزن من رو نداشت. بالای درخت کس نکرد. تکنیک ها و روش ها و فکرهایی که پشت حفظ وزن شماست اینقدر قوی و قدرتمند و ساده و دم دستن که وقتی شما به اونها آگاه میشین و بهشون مسلط میشین به شدت روی زندگیتون اثر میگذاره. یعنی من ندیدم کسی را که بتونه از وزن خودش مراقبت کنه زندگیش عوض نشه. آخه مگه میشه اینقدر سیاستمدار، اینقدر تاجر موفق، اینقدر استاد دانشگاه هر کدوم فقط پاشون که به وزن میرسه ناتوانن؟ شماها آرزوتونه وزنتون را کم کنید، مثل اون دوستم که آرزوش بود خیاط بشه. فرق میکنه با اون کسی که متعهد خیاط بشه. میگن که آدمای چاق آدمای مهربون ترین، راسته؟ راست من که راسته. من الان سالهاست با کسی دعوام نشده. آها مهربون شدی. حالا یا اثر اخلاق منه که با کسی دوام نمیشه، یه کسی جرأت نمیکنه باشه، یه کسی جرأت. احساساتی هم بله احساسات حساس ترم شکننده ترم. سری گریهشون سری ممکنه بله گریهشون بگیره و بیشترم میخندن. آره قشقشاشون بیشتر. آره. از تایبی بیشتر. اصولا آدم هایی که عصبانی باشن اینا نمیتونن خیلی چاق بشن. اوه. عصبانیت سم تولید میکنه در بدن. آها. و باعث میشه که اینها رشد جسمی کافی پیدا نکنه. یه چیزی چاقی خوبی داره که الان حسرت شده. آره. چی؟ پریدم تو آب. آه. پریدم تو آب رفتم پایین بعد دیدم که اومدم بالا راحت. خب بعد اصلا متوجه شدم که من نمیتونم برم زیر آب. خب این میگفتن آره تو مثلا اون توپل بودن خیلی بد میومد. بعضی اینطور میگفتن با نمک بودی. چیزی نمیخوای به کسی بگی؟ لزومن هر آدمی که از اخوه وز داشت و دیدیم لازم نیست دکترشیم براش. افرین افرین سالادارم رو بردن بودو بودو برس. عالی. خب خیلی هم قشنگ. چقدر عالی. دانیال جون، دانیال جان عزیزم، دانیال ببخشید میشه برگه اسنوار بر من؟ بله همینطوره، کاملا همینطوره. باشه میشه لطفاً برگه اسنوار؟ من هم موافق نیستم با این جمله، به نظرم باید یه جور دیگه بگی آقا. عزیزم چرا داد میزنی؟ میگم برگه اسنوار میشه ورداری بیاری؟ نمیشنوم چی میگی آقا. برگه بلندتر حرف بزن آقا. بلندتر آقا. یک خواست عزیز من، برو برگه اسنوار رو برای من بیار. پچ نمیکنم، دارم داد میزنم. ای آروم دیگه، تو هم دیگه یواش. من دارم. من آها من دارم. مال از چیه؟ دارم کامل. دارم آما دار. من دارم داد میزنم. از اول بگو. من دارم آیه بس دیگه، بازی رو انداختی برای من. من دارم داد زبر برگه اسنوار بردار بیار. من نمیشتم چی میگی آقا. برگه اسنوار. گوشه من چی کار میکنه؟ اینا چیه؟ ای بابا من فکر کردم گوش آره گوشم فکر کردم مشکل پیدا کرده، میخواستم برم دکتر. خب نمیدونی داستان چیه که چیه؟ آقا چرا اینا رو کردی تو گوشی؟ لباسشویی ما مامانم شبا وقتی روشنش میکنه یه صدای قبل 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 اصلا نمیذاره بخوابم که. من هر بارم تعمیرش کردم دوباره قبل 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 نمیذاره، اینا میذارم از گوشم.
کرده بود تو گوشت صدای لباس شوی نشتم. خب عزیز من نگران شدم، چه راحت شدم، همه چی راحت و خوبه، ریلکس. خب یه دونه لباس شوی اسنووای بی سر صدای آروم خوشگل ناز بخر بز تو خونه. پول ندارم. یعنی چی پول ندارم؟ قسطی 36 ماه پرداخت میکنه. 36 ماه من چقدر در میارم؟ ماهی چقدر میشه شاه حسینی؟ 50000. ماهی 50000 تومان. تو 50000 تومان چرا آقا؟ اینجا چقدر در میاری؟ 50000 تومان که چیزی نیستش که، بیا عالی شد. 50000 تومان من برم بخرم. آره خیلی لطف کردی، دمت گرم. مهدی شاه حسینی. بچه هامون حرف ندارن، واقعا عالی هن. 50000 تومان میدی یه دونه لباس شی یه خیلی ساده و راحت میگیری، در ماه 36 ماه هم قسط پرداخت میکنه. اوه تازه 1 میلیارد تومن هم قرعه کشی میکنه، به یک نفر میده. بریم بیایم. 1 2 3 بریم بیایم. من یه نکته بگم راجع به این که دیدین بچه ها یه کاری انجام میدن، یه خطایی میکنن. تو بچگیمون هم ممکنه اتفاق افتاده باشه. بعد مثلا یه خطایی میکردیم، یه خرابکاری بیرون میکردیم، میمدیم میگفتیم یا میفهمیدن بزرگترا. بعد مثلا یه سوال معروفی که ازمون ممکن بود بپرسن بود که خیلی خوب حالا کسی دید؟ این خیلی تأثیر بدی تو ذهن بچه ها میذاره. میدونی چیه ایرادش چیه؟ اینکه یکی ببینه میتونه تعیین کننده یه کار خوب و بد باشه. یعنی کار بد میشه کرد به شرطی که کسی نبینه. بعد وقتی بزرگ میشن، همین بچه ها وقتی بزرگ میشن یه عالمه کارای بد میکنن و یواشکی برای اینکه کسی نبینه. میتونن اختلاس کنن که کسی نبینه، میتونن دزدی کنن که کسی نبینه، میتونن جرمهای مختلفی بکنن کسی نبینه. همین که کسی نبینه یعنی بسه، در صورتی که واقعیتی نیست. کار خوب کار بد تکلیفش روشنه، چه کسی ببینه چه کسی نبینه. خودمون و وجدان خودمون که هستیم، خدامون که هست دیگه، به نظرم کافیه دیگه. نه فکر میکنم که تشویق کنیم هر کسی که هر پدر مادری که یا هر آدمی که از الان تصمیم میگیره که اینجوری فکر نکنه و این فکر کردن ایراددارش رو به بچه ها منتقل نکنه. خب الو سلام گلم، ما لباس یه سری از چهره‌های مشهور جامعه همچون بدن لیونل مسی و بازیگران سیاه لشکر سیاه تاریخی کوچک جنگلی و بازیگر گمنام فیلم اکران نشده هجوم ملخ‌ها رو جمع کردیم واقعا چقدر اینا مزایده به فروش بذاریم و عواید حاصل از اون رو در راه خیر صرف کنیم. گفتم بین اینا لباس تو رو هم بندازیم اون وسط، شاید یکی بینا شد بخره پولشو به نفع نیازمندان خرج کنیم. نمی کنم این کارو، قطع کنی خانم. شما به نظر بهترین کار خیری که میتونیم بکنیم که تلفن قطع کنیم دیگه هم به ما زنگ نزنیم. این اصلا خیرترین آدم جهان میشین شما. اینقدر شما هنرمند و مغرورید خانومم؟ فکرنی کی هستی؟ از قدیم گفتن هر که بامش بیش برفش بیشتر. چرا پرت و پلا میگین؟ چه ربطی داره به بحث ما؟ من میگم خانم من چرا اصلا باید به شما اعتماد بکنم که باز به حرف شما گوش بدم که شما یه کاری انجام بدید؟ نمیکنم. مثل اینکه زبون خوشحالی نمیشه گلم. آقای امانی خانومم، اون لباس را مجمعان بیان واسه من. آقای امانی کیه؟ آقا سب کن عزیزم گلم، مقاومت نکن، مقاومت کن، خودت اذیت میشی. مقاومت نکن ور پرینه شاه حسینی. آقای امانی یه لحظه اجازه بده، غلط این کارتون. آقای شاه حسینی بگیر، ایشونو بگیر، امانی رو بگیر. ول کن امانی رو، امانی رو ول کن. چیکارش داری؟ چیکارش داری؟ شما هی آدم میفرستی اینجا واسه من؟ امانی اینجا چیکار داره؟
خانمی یکی بزن پشت امانی، بزن یکی بود و 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 تلفن ایشون ازش بگیر من ببینم سرنخ بگیر این خانم کی هستن زنگ میزنه به ما. بعدش ما تلفن رو بگیر بزن پشتش. هیچی نداره. خالیه خالیه. یعنی چی خالیه؟ نه شماره تلفن نه فیلم هیچی. شما هیچی این تو نداری؟ نه. بزن پشتش بزن پشتش الان خفه میشه. دو تا بزن پشتش. من اصلا آثاری از خفگی در ایشون نمیبینم. بزن وار پرینه. گل پونه خانم مهربانی آتشم زن آتشم زن لن 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 گل پونه خانم مهربانی آتشم زن آتشم زن لن 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 آقای امانی شما ای بابا آقای امانی ادامه بده یه دقیقه صبر کنید چی کار چی میخواین شما؟ خانمی باید به اعتنایت برسونم که امانی رباتی بیش نیست امانی تو بخون گل پول خانم من زیرفت میام بله همه از شرکت ما ربات هستن شما بخون امانی رباته؟ ایشون رباته؟ یعنی آدم آهنیه؟ بله باید به اعتنایت برسونم ضربه که به پشت زدی همه اطلاعات امانی رو پاک کرد همکنون امانی پاک پاک هیچ اطلاعاتی از ما در دست نداری وار پرینه خب گذار احسان اگر اینجا هستی ما مال خودمان است عجب بساطی داریم ما که دیگر نمیتوانیم اینقدر پیاده را بریم شیرو آقا به من میگن شیرو شیروی من کجای هست عجب بساطی داریم ببر آقا سفین همگرنی همانی ببر چی؟ بزن بگه چی کارش داری اون که اعتمادش پاک شده مسخره کردین منو یعنی که مسخره کردم شما میگم ربات اسم واقعیش هم هست 2069 معروفه به امانی فکر کنی خودت بلنی ربات بسازی بندازی به جون این و اون خانم من نمیفهمم شما ربات داریم بله که ربات داریم واقعا من دارم دیوونه میشم از دست ایشون واقعا دارم دیوونه میشم با سلام خانمم آیا میدونستین شرکت نسونجه ما بهترین خریدار البسه کهنه شماست پس با وارد کردن عدد 4 رضایت خود را جهت فروش البسه کهنه و زشت به درد نخور خود اعلام کنید خب معلومه که من لباس زشت و کهنه و این البسه های اینجوری به شما نمیدم 100 سال به شما نمیدم لباس رو میدی یا نه؟ نه معلومه که نه پس لاقل 2069 رو آزاد کن اون که اطلاعاتش پاک شده به چه دردتون میخوره؟ معلومه که آزاد نمیکنم نگرش میدارم بفهمم چه خبره خانومم اگر 2069 رو آزاد نکنی زندگی ما از هم میبونی بپاشه بپاشه بهتر اصلا میخوام زندگی درستم بپاشه دیوونم کردی ببین خانومی اگر تا 10 ثانیه دیگه 2069 رو آزاد نکنی از همینجا دکمش دکمشو فشار میدم هم خودشو میدارن کنم هم پشت صحنه رو بتره کن ببینم ای وای ای وای واقع شاه حسین این چی بود صدای 2069 بود دیگه خیالت راحت شد آقا حس نخوری حلش میکنم بچه رو ترکوندی بالاخره یه روز انتقام امانی رو ازت میگیرم واقعا ترکید؟ آره دیگه حالا اگه میخوای یه روز انتقام امانی رو ازت نگیرم لباستو بده قریشی قریشی دیگه کیه این وسط؟ قریشی خانمم لباس رام و جوان رو بیار بودو عجله کن بودو بودو تو قریشی یه لحظه خواهش میکنم آقای قریشی اصلا به شام نکن قریشی لباسشو بگم نه قریشی جا قریشی خواهش میکنم یه سوال ایشون هم رباته بانی گونم گفتم که همه کارکنان ما رباتن تازه قریشی میتونه تبدیل به رباتن چطور ممکنه شما اینقدر رباته قریشی میتونه تبدیل بابا بلم خوره دیونه شده گردگیری هم میکنه از قریشی 2 تا مدل دیگه تو انبار داریم میخوای خانومم برای چی؟ سب کنید از قریشی داریم تزمید 2 تا از اینه تو انبار داریم اگر امانی رو بفرستیم بیاد یه دونه قریشی رایگان بهت میدم فکراتو بکن خانومم
این چرا همچی میکنی؟ خجالت کشینه خجالتی قرشی. قرشی جون خجالت نکش ولی دست از سر منم بردار. سب کن ببینم این چیکار. ده دارم حرف میزنم. من قرشی خانمم برو نمازم جوانم میارم. بجام بجام دارم. آقا نمیخوام لباسم نمیدم. اگه هم خواستن اعتراض سوء استفاده کنن سریع یکی بزن پشت خودت. خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب. باش قرشی جون چشم. الان بریم اون پشت من لباسمو تقدیم ایشون بکنم. بفرمایید. خوبه الان راضین؟ بیا. من نمیدونم قرشی لباس میاری باز. آقا میدم میدم. فقط یه سوال. الان بازم بین شما رباتی وجود داره که با این خانم و آقای قریشی کار بکنه؟ قریشی خجالتی دیوونم کردی. بیا بریم پشت. قریشی میتونه تبدیل به جان مردی هم شما اینقدر ربات قریشی میتونه تبدیل به بابا بلم خواهی دیوونه شدم مردگیری هم میکنه از قریشی دو تا مدل دیگه تو انبار داریم میخوای خانومم؟ برای چی؟ سب کنید از قریشی داره اجازه بده دو تا از اینه تو انبار داریم؟ اگر امانی رو بفرستیم بیاد یه دونه قریشی رایگان بهت میدم فکراتو بکن خانومم این چرا همچی میکنی؟ خجالت کشینه خجالتی قریشی قریشی جون خجالت نکش ولی دست از سر منم بردار سب کن ببینم این چیکار ده دارم حرف میزنم از قریشی خانمم برو نمازم جوانم میارم بجام بجام آقا نمیخوام لباسم نمیدم اگه هم خواستن اعتراض سوء استفاده کنن سریع یکی بزن پشت خودت خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب باش قریشی جون چشم الان بریم اون پشت من لباسمو تقدیم ایشون بکنم بفرمایید خوبه الان بله اون خانم بالاخره پیرهن منو کندن بردن با آقای چی بود قریشی عجب بابا خب دیدین بعضیا من نمیدونم چه جوری وقت میکنن برنامه ریزی میکنن یه عالمه کار بی ربط به هم دیگر رو انجام میدن و از پس همش هم برمیان مثلا درس میخونن مدرک میگیرن درس میخونن متخصص میشن درس میخونن بعد یه هنر یاد میگیرن تو اون پیشرفت میکنن درس میخونن تو این هنر پیشرفت میکنن بعد متخصص یه چیز دیگه میشن درس میخونن دوره مدرک میگیرن بعد اینجا کار دیگه میکنن بعد مثلا ورزش میکنه درس میخونه فلان یه عالمه کار داره انجام میده بعد ما یه دونه شو میخوایم انجام بدیم نمیشه من نمیدونم اینا چی اینا هم احتمالاً رباتن مثل مونا ولی واقعا قابل تحسینن آدم هایی که توانمندی های خودشون رو پیدا میکنن میچسبن بهش و شروع میکنن پرورش دادن خودشون من تحسینشون میکنم و حتی میتونم بگم قبطه میخورم خیلی خب میخوام دعوت کنم از یکی از همینا بذاریم بیاد دعوتش کنم بیا تو میبینیم اون وقت چقدر کار انجام میده خانم آقایون دعوت میکنم از جناب آقای دکتر مسعود صابری بفرمایید. آقای دکتر سلام. سلام. خانم ها، آقایان، ایرانیان عرض ادب. رامبو جان سلام. عرض. سلام مخلصم. بفرمایید. اجازه من میشه یه خواهشی بکنم؟ خواهش می‌کنم. این مهمانه عزیز شما ساعت هاست الان ساعت هاست که اینجا. من خواهش کنم یه چند لحظه به احترام خودشون بلند شن نه برای منو. خواهش می‌کنم. جسارت نشه به خاطر خودشون یه کمی این پا اون پا بکنین یه کمی تغییر حالت اون لالی همچین کاری کردیم بلنشین آره بلنشین لطفا حالا من به افتخارشون دست میزنم چرا بعد این کارو بکنیم برای سلامت ستون فقرات لازم که ما هر نیم ساعت یه بار یک ساعت یه بار یه تکونی به خودمون بدیم مثلا رانندگی میکنیم پیادش خوابیدیم بلنشیم نشستیم بریم یه قدمی بزنیم همین
به همین سادگی تغییر وضعیت بده. اجازه میدی بشینم؟ خواهش میکنم. شما گفتی بلند شین. بفرمایید. تغییر وضعیت بده. اجازه میدی منم بشینم؟ خواهش میکنم. بفرمایید. شما این هندونه ها رو با لباس من ست کردید. شما لباستون رو با هندونه های ما ست کردید. اینا رو چی؟ یا اگر حواستون باشه خندوانه خیلی وقته هست و هندونه هم میده. من خیلی وقته اینو برای خندوانه تهیه کردم. حیاتیش برای. از روز اول. یه دونه بهتون بدم از اونا؟ نه من ترجیحاً اینو با خودم. دیدید؟ میبری؟ آخه میدونی که ما عاشق اینیم. ما جراحا. من ممنونم که اینو به خاطر من اینجا گذاشتید. بس تو چند تا کار تو زندگیت انجام میدی؟ منو داشتم میگفتم الان یا در گذشته؟ نه اصولا تو زندگیت. ببین من الان داشتم میگفتم آدمایی هستن که درس میخونن تخصص میگیرن کار میکنن. البته من هم جدشم درس میخوندم میمدم. راست میگی؟ ببینم چی بگم چی نگم، سناریو رو میخوندم. بعد هیچ سناریویی به ما ندادن که چی بگیم چی نگیم. و ببین این که مثلا تو آواز میخونی، کار اجرا میکنی، کارشناسی، تخصص مغز و اعصاب داری؟ من جراح مغز. جراح مغز و اعصابی؟ بگو. جراح مغز و اعصاب، ستون فقرات، دیسک کمر، قاعده جمجمه، اعصاب محیطی، اندوسکوپی مغز. نه همه خیلی همش کار کرده خونده. نه اینا همش یه چیزه. اینا همش یه چیزه. همش همون مغزه دیگه. ببین گفتی چی؟ گفتی قاعده مغز. قاعده جمجمه. قاعده جمجمه چیه؟ قاعده جمجمه یعنی این که خب مغز یه کف داره، یه سقف داره، یه جلو داره، یه عقب داره. این قاعده جمجمه یه سری درگیری و مشکلاتی داریم، تومور داریم، زایعه داریم. ما این رو از راه بینی میریم. تو این فیلم‌های قدیمی یه اتمی خواستن برن دزدی، طلا فروشی، اینا فیلم‌های خارجی میرفتن سقف و سوراخ میکردن، از سقف میرفتن تو طلا فروشی. ما وقتی میخوایم بریم تومور رو مثلا در ناحیه هیپوفیز دراریم، دیگه مغز رو باز نمی‌کنیم، از بالا بریم. یه سوراخ کوچیک از ته بینی همکارای متخصص گوش و حلقویمون میان انجام میدن، اون سوراخو بر ما آماده میکنن، ما میریم از اون سوراخ تومور رو در میاریم، دوباره اونا زحمت میکشن سوراخو میبندن، قیرگونیش میکنن که اون مایع مغزی نخواهی نیاد. خب و همین به همین راحتی مریضم مثلا 2 ساعت بعدش بلند میشه راه میره. به جای اینکه ما از بالا بریم این کار رو بکنیم که مریض چندین روز تو آی سی یو بستری باشه، به هر حال خب ال پیشرفت میکنه. اینم یکی از اون قصه هاست. دمت گرم. تو ببخشید معذرت خواهی میکنم پشتم به شماست. مثلا منم معذرت خواهی میکنم عزیزم. یالا یالا مخلصی بفر. چی شد آواز خوندی تو زندگیت؟ خدا رفتگان شما رحمت کنه. دو تا پدر بزرگای من هم پدری و هم مادری صداهای خوبی داشتن. 1000 اون صدای خوب یه ریزش به من رسید و بعد من از بچگی در یک مدرسه درس خوندم به اسم علوی که هرچی دارم از علویه و هرچی ندارم از خودم. در علوی با ما به هر حال قرآن کار میکردن، صوت و لحن و تجوید و اینها. بعد من اونجا قاری قرآن شدم. بعد دیگه کم کم خب البته یادت میاد حتما محدودیت های اون زمان خاص سینما و جنگ بود و از خیلی چیزا دور بودیم. همجوری ژنتیکی رفتم دنبال موسیقی و 2-3 دوست همکلاسی خوبم هم داشتم، مثلا آقای دکتر اصفهانی. اونا سال بالاهای ما بودن، ما نگاه می‌کردیم به اونا. بعد خب ماشاءالله ازمش صدای بسیار خوبی داره، خب ما هم یه ریز از اون صداها رو دیگه شد تا اینکه رسیدیم به یه جایی که با یه سری از دوستای خیلی خوب و نازنین که تو این کار در حقیقت حرفه‌ای آشنا شدم. پیشنهاد کردن گفتن تو صدات بد نیست، قیافتم بدک نیست، حالا شاید مثلا وجهه اجتماعی نسبتا مقبولی هم داشته باشی، بیا تو بخون. بعد اینا گفتن ما میخواییم یک کاراکتر جدید خلق کنیم. با من کار کردن و زحمت کشتن و رسته به اینجا که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. قراره ایشالله الان میخونی بر یه سوال. تو هموم آواز میخونی؟ در کودکی آره، ولی الان نه. چرا؟ خب آخه 2 دقیقه بیشتر حمامم طول نمیکشه. 2 دقیقه اشکال نداره که. نه خب بیشتر به کارهای اصلی میرسم تا آواز. ولی در اتاق عمل چرا؟ تو اتاق عمل آواز میخونی؟ راست میگی؟ باعث آرامش میشه، به همکارم هم آرامش میدم و بله. مثلا تو اتاق عمل چه جوری آواز میخونی؟ خب میخونم دیگه. قطعاً که با صدای بالا نمیخونی ها؟ چرا بعضی وقت با صدای بالا؟ نه بابا، یه فکر کن تو اتاق عملی.
خب البته برای قسمت دیگه. نه نه خواهش میکنم، فکر کن تو اتاق عملی الان همون با همون جنس. اگه واقعا با این بلندی آواز میکنی بلندتر بود. چه عجیب. خب بخون برو. اگه خاک من از دست بر من جایی ندارم، دلم میشکن از قصه دیگه جایی ندارم. ایران 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 به افتخار ایران. بقیه جمله تو تموم کن. عملو عمل این به بهانه‌های مختلف میخواد ما رو بلند کنه بنشینه که تو توی وضعیت ثابت قرار نگیری. کاری بکنم یه دیسک کمری چیزی بگیری بعد بیای پیش من. فکر کنم الان آزمایش کنی داشته باشم. البته هنرمندای زیادی رو متاسفانه عمل کردن. متاسفانه. به خاطر اینکه میدونی که شما یعنی هنرمندا یه کمی استایل زندگیشون متاسفانه با اون چیزی که باید باشه و صحیح متفاوت. بله. از تغذیه‌شون، از استراحتشون، خوابشون، آرامششون و متاسفانه ورزش نمی‌کنن. ستون فقراتشون ضعیف میشه. خب دیسکوپاتی هم به خاطر این توشون شایع تر. تو مهمونی میری از میان ازت بپرسن دکتر اینجای من اینجوری شده من از همین دم در میخواستیم بیاییم تو، گفتن که یه موردی بود پرسیدن گفتم که در خدمت. پس این اتفاق زیاد میفته. آره عادت داری بهش؟ مثلا خودم میرم مثلا میگم هر کی هر سوال داره بیاد دیگه. راست میگی؟ آره عروسی مهمونی تو خیابون اینا هر جا باشه طبیعیه دیگه، اصلا کار ما اینه. آره دیگه همین دیگه. الان کسی فکر میکنه از دکتر سوالی داشته باشه راجع به ستون فقراتش دیسکش؟ آها شاوسینی نیست. کجا رفتی؟ این برای خوردنه. بله سالم و تمیز. درود بر شما جناب دکتر. من کشاورزی هستم. عرض کنم که من سال 78 کمرمو عمل کردم. پروفسور حسین صالحی منو عمل کردن. گاهی وقتا دچار اسپاسم میشم. ولی هنوز سبب این اسپاسم پیدا نشده. نمیدونم شما راهنمایی میتونید. اون زمان که شما رو زحمت کش عمل کردن درد به پاتون تیر میکشی؟ من اصلا پای چپم تحقیقاً رو به فلج بود. خب از عمل جراحی که بعد انجام میشده الان مشکل درد و مشکل فلج که نه هیچ وجه من هفته دو بار کوهنوردی میکنم. خب اسپاس معمولا برای ضعف عضلات. کوهنوردی ورزش بسیار خوبه، ماشاءالله که شما در این سن میرید کوه، کاش که ما میرفتیم. ولی کوهنوردی باعث تقویت عضلات ستون فقرات ممکنه نشود، یا حتی تو سرازیری اگه میایین اگر حرفه‌ای این رو انجام ندید باعث آسیب زانوها بشه. اما چیزی که من به شما توصیه میکنم استخره و راه رفتن در آب استخر. استخر چند تا خاصیت داره. اول اینکه قانون ارشمیدس اینه که ما وقتی میریم تو آب از من میتونم خواهش کنم بشینم؟ خواهش کن. قانون ارشمیدس اینه که من اگر انگشتم بکنم در این لیوان آب یه مقدار از آب میریزه بیرون، اندازه همون از وزن دست من کم میشه. ما وقتی میریم تو آب مثلا 60 کیلویی میشیم 20 کیلو 30 کیلو، پس وزن ما و فشار روی ستون فقرات کم میشه. دوم این فشار آب باعث میشه که همه عضلات ما در آب و موقع راه رفتن تقویت شه. ما هیچ ورزشی نداریم که همه عضلات رو تقویت کنه، حداقل من بلد نیستم، ولی تو آب راه رفتن این خاصیت داره. سوم که وقتی شنا میکنیم تو همه ورزش ما ایستاده ایم و فشار میاد روی ستون فقرات. انسان تنها موجودیه که صاف راه میره و ستون فقراتش عمودیه، بقیه حیوانا جونورا اینجوری هن، افقی هن. خب این فشار در استخ و شنا چی میشه؟ برداشته میشه. خب حالا آبم باعث تلطیف روحی آدم میشه، اون هم به جدا. پس همه اینا باعث میشه که این اسپاس ها و گرفتگی ها بهتر شه. من توصیه میکنم این کار رو حتما انجام بده. خیلی ممنون. یه نکته کوچولویی. بله. 5 کیلو کاهش وزن، خانم ها خوب دقت کنن، 5 کیلو کاهش وزن باعث میشه که 50% دردهای بدن، مفاصل، کمر، اینها تقریبا بهتر شه. فقط 5 کیلو؟ 5 کیلو 50%. قانون 5-5. و اگه 5 کیلو رو تو چه مدت میشه کم کرد؟ منطقی چه؟ شایسته است که ما بیشتر از ماهی 2-3 کیلو کاهش وزن نداشته باشیم. نداشته باشیم. اینا پس... که میان رژیم های عجیب غریب میگن 18 آره. کیلو توی ما، اینا کارهای درستی نیست. آره اونا غلطه واقعا. غلط، اشتباه. پس بین دو ماه و نیم، 3 ماه میشه که 5 کیلو رو کم کرد. آقای دکتر سلام، خسته نباشید. آقای دکتر ما ماه رمضان پارسال تصادف کردیم، بعد
گردنمون مهراش جا به جا شد. رفتیم دکتر امارای و اینا، بعدش گفتش هیچ مشکلی نداره. الان یه سال گذشته، ما هنوز یه بار سنگی من داریم کلن از این بالا تا همینجا درد میگیره. خدا وکیل دست شما نکنه. این که قسمم خورد واقعا باور میکنم. این که قسم خوردی دکتر خیلی حالش بهتر شد. پسرم شما اولا نفهمیدم که چرا از واژه جابجا شدن مهره ها استفاده. آره از کجا فهمیدی؟ برای اینکه آخه گفتن که تصادف کرد. دکتر گفت. اون آقای دکتر اگه فرموده بودن جابجا شده بود بعد حتما شما رو عمل جراحی میکنن. پس منظورشون شاید این بوده که آسیب مثلا ضرب دیده. خب اگر که ستون فقرات ضرب ببینه، آسیب ببینه و دیسک ها برجسته بشن به نخاع فشار بیارن، علامتش دردهای رادیکولره. دردی که از گردن تیر میکشه تو کتف، شونه و دست. و بعد وقتی بدتر میشه خواب رفتن بهش اضافه میشه، سوزن سوزن میشه، مورمور میشه. شما یه مشکل داری؟ نه. نه. من مطمئنم این مشکل رو نداری. خب شما از دردای موضعی شکایت میکنی به خاطر کوفتگی و اینکه شما ورزش نمیکنی حتما؟ ورزش میکنم. چه ورزشی میکنی؟ میشه بگی؟ کیک بوکس. کیک بوکس. خب کیک بوکس خیلی ورزش سختیه، بعد ضربه های بدی داره. شما اون ورزش اصلا بذار کنار، ورزش خطرناکیه. ممکنه بعد این ورزش هم یه خدای نکرده آسیب ببینی. پیاده روی. نه چرا بی خودی مش میزنین به هم؟ با هم گپ بزنید پیاده روی. اگرم این ورزش رو دوست داری حداقل استخر رو شنا بکن. در طول روزی ورزش خیلی ساده برای گردن، حالا چون شما اشاره کردی آموزشی برای گردن، اولا در طول روز خدا رو زیاد نگاه کنی، بالا رو. مثلا داریم کار میکنیم، آشپزی میکنیم، فیلم سینمایی همه بالا رو نگاه دوخت دوست، چند ثانیه بالا رو نگاه کن، همچنین اینو تکرار کنیم. دو، یه ورزش خیلی ساده. یه ورزش ساده، این دستتون رو بذارین رو پیشونیتون، با سرتون به دستتون فشار بدین، با دست به سر، نه اینقدر شدید که دستتون بلرزه، نه اینقدر بی جون که فایده نداشته باشه. حالا اینجا، حالا اینور، خب بخندین این کارو بکنین دیگه و ریسه ندیگه، فقط بخندین. بعد این کارو بیشتر، یعنی باز به سمت بالا، در روز 10 بار، 20 بار، 30 بار، 50 بار، همه پایان خدا رو شکر و ماشاءالله خندوان است. خب پسر گلم امیدوارم که شما هم همین کارو بکنی، استخ بری، ورزش، ماساژ. در رشته شما ماساژ چیز خوبیه. چشاد از شما کمک می‌کنه. ولی اگر این درد هست حتما یه بررسی جدی بکن. بیا پیش خودم بررسی. آیا تو متشکرم. ببین مسعود این کار غلطه. درق درق ترق دروغ. اصولا صدا دادن مفاصل خیلی چیز بدی نیست، ولی تکرارش چرا؟ و خصوصا توی ستون فقرات دیدی میرن با پاجا میندازن ترق و تورو هولنجتو بشکنن، اینا رگگیری. متاسفانه بسیار رگگیری اصلا این اصطلاح غلطی، بسیار 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 کار غلطیه. من التماس میکنم ایرانیان، التماس میکنم نرید کارهای سنتی روی ستون فقرات. چند روزه توی فضای مجازی هم دیدی که با گوشکوب میزنه و آویزون میکنه و میکشه و خواهشن این کارها رو انجام ندید. قدیما میرفتن، البته امیدوارم توهین به صنف محترم قصابا نشه، ولی قدیما مثلا آرایشگرها دندون هم میکشیدن، قصابا مثلا شاید دیسک و جا مینداختن. الان متاسفانه من خیلی میشنوم مثلا میرن میدان قزوین، در میدان قزوین فلان مثلا آقا این دیسکو جا انداخته برش. بعد از 10 نفر ببینید بیماری های ما در بدن سلف لیمیتده، یعنی خود به خود خوب شونده است. یعنی چی؟ یعنی اگه شما درد دندون داشته باشی 4 شب تا صبح گریه میکنه، اشک میریزی، بعدش خودش خوب میشه دیگه، این دندون ها میپوسته میفته دیگه، تا آخر عمرتون دندون درد ندارید، چون دیگه دندونه بود دیگه دندونه. کمرم همینطوره، این دیسک دردش خوب میشه، 2 ماه 3 ماه درد اذیت میکنه بعد خوب میشه. پس درد خودش خود به خود خوب شوند است. بعد این چون از 100 تا مریض 99 تا خوب میشن، اینا میرم میشه اینا، بعد فکر کنم خوب شدنشون به خاطر جا انداختنه. بعد یکی خوب نمیشه، متأسفانه دچار عارضه میشه، پاش شل میشه، به گفته ایشون مثلا ضعف مایچه پیدا میکنه، پدال گاز ماشین نمیتونه فشار بده، پله نمیتونه بره بالا. اونا میام شما، ما برای اونام خیلی دیگه انقدر دیر شده کار خیلی خاصی نمیتونیم بکنیم. مریضای ما اکثرا خوب نمیشن چون دیر میان، مریضای اونا همه خوب میشن. مطبای اونا یا غرفه های اونا مملو و از بیماره، مراجعین
ما ایرانی ها آدم های ساده ای هستیم، خیلی زود اعتماد میکنیم و باور میکنیم، از روی سادگی و باورهای قلبی خوبمون پاکمون قلب همه تون پاکه میریم شه اینا. بعد فکر کنید خوب شدنتون به خاطر این ماساژ بوده که این بنده خدا داده، در صورتی که اینها میتواند عوارض زیادی داشته باشه. و متاسفانه من بیماران زیادی رو دیدم مراجعه کردن اورژانسی با فلج اندامها، با مشکلات جدی. خواهش میکنم، التماس میکنم پیش اینها مراجعه نکنید. بسیار عالی. ایشونم بپرسن دیگه تموم. من دیسک گردن دارم، خواستم اگه لطف کنید یه مقدار در مورد دیسک گردن. خواهرم جسارتاً دیسک گردن رو که خب همه دارن. بله. منظورتون درگیری دیسک گردنه، یعنی چه مشکلی دارین؟ توضیح میشه بفرمایید؟ من MRI کردم. ببینید بین هر مهره و مهره بعدی ماده‌ای هست که ما بهش میگیم دیسک. درست. حالا این ماده تعبیر عامیانه‌اش میشه ژلاتینی، بالشتکه که این فشار و ضرب دو تا مهره رو بگیره. خب حالا شما چه مشکلی داشتین؟ این دیسک میشه تشخیص. من درد گردن داشتم. خود گردن؟ بله. MRI کردم، گفتن که دیسک گردن دارین. بعد توصیه کردن که کارهای سنگین نکنم، مسافرت زمینی نکنم، بار بیشتر از 1 کیلو مثلا بر ندارم، دارو نکشم. میتونم چند تا سوال بپرسم؟ درد از گردن به دستاتون تیر میکشه؟ بله، به انگشتام هم میزنه. بعد خوابم میره گزگز و خواب رفتن؟ خواب رفتگی ندارم. ندارین؟ نه. خب خدا رو شکر. با فعالیت این درده بیشتر میشه؟ بله. در طول روز کی بدتره؟ صبح، ظهر، بعد از ظهر؟ بیشتر تو خواب اذیتم میکنه. تو خواب اذیت؟ بله. آها، یعنی شبا اینجوری هست؟ بله. این درده تو این سه تا انگشتتون بیشتر نیست؟ بیشتر این انگشت. انگشتتون. بله. من خواهش میکنم که حتما یه نوار عصب عضله از این از دستتون بگیرید. بله. ممکنه که عصب از گردن شروع میشه. درست. فکر کنید عصب مثل یه رودخونه است. از ده بالا میاد راه میفته میرسه به من ده پایین. اگر خدای نکرده آشغال تو آب بریزن، از اون بالا آشغال راه میفته میاد تو خونه ما به ما میرسه. خب این عصب از گردن شروع میشه، ممکنه منشأش اون دیسکه باشه که بهش فشار میاره. درست. ممکنه اینجا گیر کنه، ممکنه اینجا گیر کنه و ممکنه اینجا گیر کنه. این چیزی که شما میگید با سواد کم من و با تجربه کم من به این میگه اینجا می عصبه گیر افتاده. درست. خصوصا درده شبانه میده توی این دو سه تا انگشت، نصف انگشت، این انگشت و این انگشت. تو خانوما شایعه، تو خانوما در میانسالی شایعه، تو خانومایی که زایمان میکنن، کمکاری تیروئید دارن، وزنشون یه کم و زیاد میشه شایعه. توصیه اینه که علاوه بر اینکه اون ام آر آی تون رو بعد ببینین، یه نوار عصب عضله هم انجام بدین. اگر که تنگی اینجا باشه با یه عمل خیلی کوچولو رفع میشه. اگر از گردن باشه همین کاری که گفتم، ورزش، این کاری که با سر میکنید، بالا نگاه کردن، حالا شاید لازم باشه فیزیوتراپی، پیاده روی، در آب استخر راه رفتن به شما کمک میکنه. اگر بار میگیرید دستتون، میرید خرید، خانوما، آره آفرین، قرینه باشه، 20 کیلو اینور نگیرین، 2 کیلو اینور، 10 کیلو، 10 کیلو، مسافت طولانی بار نگیرید دستتون، دستتون کش بیاد، بذارید توی چرخی چیزی، خانوما میرن خرید، بعد نیست یه چرخ کوچولو داشته باشن پشت ماشین، توی مراکز خرید باشه. خیلی دکتر، نشستنهای طولانی یا راه رفتنهای طولانی هم اذیت هم میکنه، درد میکنه گردن. سرکار خانم شما باید بشین رو صندلی، رو زمین نشینید لطفا، بشینید بیان دستتون رو ببوسن. مادر بزرگا دستشون اینجوری کنن، نوه نچه ها بیان دستشون رو ببوسن. من به همه خانم ها و به همه آقایون میگم، ببین ما یه عادت خیلی بد داریم، مثلا این الان میفته، این کار اشتباهه. چیکار کنم؟ من میخوام آب بخورم. نه، من وقتی میخوام آب بخورم نوه بردار. نه نه، این کار میکنه، برمیداره بلند میشه برو. من تو مطبم میام. مسعود دروغ نگو. من میام تو مطب آب میخورم. مسعود هر دفعه همین کار میکنه. آقای مدیر اینجا شاهده. خب من میرم آب بخورم، هر دفعه اینجوری میرم سر آب خوری. من با ببین آب خوری، آب خوری رو ببینی، میرم اینجا برم پایین بازه اینجا، این آب خوری، به جای که دلاشم میشینم اینجوری، این دکمه رو میزنم، آب میاد میخورم. چه کاری من به ستون فقراتم فشار بیارم؟ این کار خیلی ساده. ببینید شما با حذف یه کارهای بسیار ساده در زندگیتون میتونید سلامت خودتون رو سب کن بیرم. اصلا پس این امکان به چه درد میخوره؟ کدوم امکان؟ تو اینو بستی اصلا، خم شدن، دلا شدن. حال بشین پس برات توضیح. نه ولی واقعا چی بگم؟ نه بشین من جدی بگم. تو تعطیل کردی، تو این مفصل، یعنی این اصلا این امکان بدن گرفت. من نگفتم که آفرین.
ببین مثلا شالیزاری شالیزار چیکار میکنن دیدی که همه اینجوری هم دیگه نه شالیکارهای محترم به هیچ وجه دیگه دلا نشید برنج بکارید برنج تعدیل میشه توی مملکت هرچی برنجه رو بعد وارد کنید خب رامبد عزیز جون شالیکارهای ما زنان زحمتکش خیلی زیاد که از کوچیکی انقدر زحمت کشیدن ستون فقراتشون تقویت شده عضلاتشون تقویت شده ببین من و شما درگیر زندگی شهری هستیم خب این که گفتم این کارو بکنید نه برای کسی که ورزش کاره آها یورو میره کشتی میگیره 300 کیلو رو آقای رضازاده بلند میکنه 600 کیلو رو میزنه نه برای ایشون برای من و ارت دورجون شمایی که ورزش نمیکنیم و عضلات ستون فقراتمون ضعیفه من تو مطبم یه تسبیح دارم تسبیحو چی نگه میداره دونه های تسبیحو نخ نخش اگه این نخ نازک باشه چی میشه تسبیح پاره میشه اگه نخ جوندار باشه تسبیح قلدره خب حالا ستون یه ستون فقرات نداریم ما اینجا برای ما بیارن کاش که برای ما یه ستون فقرات می آوردن مهره های ما رو هوا دارین میارن من با خودم آورده بودم مهره های ما رو هم به درد نمیخوره شما که تاج سری نه واقعا دارم میگم نه خب میخوام ببینن نمیتونم ببینن آها مال من اون توه مال من زیر پوست و گوشت و اینه خب. این مهره ها روی چی سواره رو هواست دیگه کل وزن کله و بالا و اینا میاد دانیال مال خودش آقا دست مرسی ارتو باید بگیم متشکر ممنون سپاس درود خب این مهره ها روی هوا فکر کنید دورجون این مال رامبد عزیز این الان چی اینا رو نگه میداره مفاصل آفرین یه لحظه این اون چیز هست قاعده هست یه قاعده جمجمه اینجا این جلو هست این چشه الان منه این پس سره اینجا چشه این ستون فقرات مهره هست این ریشه های عصبی این لگنه این سر رونه این هم مهره الپنستی که شایع دیسکای ما اینجا این اندازش یک به یکه؟ نه این یه ریشه از من و شما کوچیک. بله این فکر کن برای یه پسر مثلا چهار دست خب شما فرمودید که مفاصل بله هر مهره با مهره بالاش مفصل داره بله دیگه چی؟ لیگامانها نه نخاک خودش نرمه نخاک خودش آسیب میبینه اگه جا به جا بشه نه لیگامانها گوش که پاک میکنیم اون ته گوش مایچه اون تهش صف میشه اونا میشن وتر لیگامان اونا از همه مهمتر دورجون رامبد فیله گوسفند راسته گوسفند پاک میکنیم چاقو رو میندازیم اینجا اون عضل خوبه رو در میاریم برای کباب و اینا اون فیله کباب چرا گفتی دور از جون من؟ آخه شما گفتی این شما این آها نه آخه گفتم چرا باید وقتی تو فیله کباب گوسفند رو جدا میکنی چرا داری میگی چون دور از شما یعنی امکان داری همچه اتفاق مثلا گفتم شاید کباب رامبد رو خب برو بریم آره این عضله هست که مهره های ما رو نگه میداره این عضله مثل نخ تسبیحه عضله اگر قوی باشه ستون فقرات رو حمایت میکنه بله بنده اگه اینجا عضلم قوی باشه 30 تا ملق بزنم هیچ اتفاقی برای دیسکام نمیفته ولی اگر من که ورزش نمیکنم رامبد عزیز که اصلا فرصت نمیکنه ورزش کنه زندگیشو وقف شما مردم کرده بیا دلاشه از 20 بار دلا شدن یه بارم وسطش یه عطسه میکنه خدای نکرده پاشم سر میخوره بعد اینجوری دلا دلا میاد مسعود جان موندم بعد میره ام آر آی میکنه میبینیم دیسک انقدر زده بیرون به خاطر ضعف عضله و اون کار اشتباهی که من الان گفتم خواهشان انجام ند خیلی متشکرم من سعود چقدر میخوابی؟ چقدر اصلا کی میخوابی؟ کی بیدار میشه و چقدر میخوابی؟ یه عملی وقتی اومینی در رزیدنتی 17-18 ساعت طول میکشه و شما رزیدنت سال یک حق نداره بره حتی ببخشید عمل 17 ساعت بله مثلا گلوبوس جوگولر یه توموریه که پشت گوشت چی؟ و اینا چی اسمشه؟ گلوبوس جوگولر چه اسم نازی داره؟ چیه جوگولر؟ گلوبوس جوگولره چطوره؟ یه بوز بده از گلوبوس جوگولره کجاست دقیقا؟ یه زایعیه که منشه حالا عروقی داره در پشت گوش و میره به مغز و خیلی چیز پیچیده و سخت
یه عمل مشترک بین همکارای ما که فوق تخصص گوشن و بعد ما و خلاصه خیلی پیچیده است. مثلا از 5-6 صبح شروع میشه، خانما چیز میپزن، سمنو میپزن، 3 شب همش میزنن. این از همون روز که باید همش بزنی. بعد خب رزیدنت سال 1 بعضی وقتا حق نداره، ببخشید ببخشید، به قول قدیمی گلاب براتون دستشویی بره، چه برسه غذا بخوره. یعنی حق نداره. دیسیپلینه، مثل ارتش. اون دیسیپلینه است که باعث میشه بعد این آقای دکتر یا اون خانم دکتر وقتی جراح میشه، وقتی جراح متخصص زنان میشه، اگه گفتم بچه داره مثلا میاد تو کانال میپره میره، حالا نمیگه من خستم، حالا ببینیم چی میشه، گوش تلفن رو جواب نده، خوابم. آره خوابم. حالا اینه که من معمولا متاسفانه شبا تا ساعت 3-4 صبح اتاق عملم یا مطبم مراجعه کننده داریم و 3-4 صبح حتی بعضی وقتا دیرتر. من دلم نمیاد به مریضان بگم مثلا شما زنگ میزنی میگن فلان دکتر 30 تا، خب 30 تا مریض میبینه دیگه، ساعت 12 میره خونش، خب آدمه دیگه. بعد خب از شهرستان میاد، از ساری میاد، از اندیمشک میاد، بعد به اینا بگیم نه وقت نداریم، مثلا دکتر صابری 8 ماه دیگه وقت مریض میبینه. حالا من که کوچیکه پزشکام تو جراحی اعصاب، استادام یهو میبینی 400-500 تا مراجعه کننده دارن. بعد همه اینا رو، یعنی تو نمیتونی کسی که تومور مغز داره پشت در مطبت نبینی، میتونی بگی من الان عروسی خواهرم نمیبینم. خب بعد اینکه با وجدان و با اخلاق و اینا خیلی فاصله داره. اینه که خیلی از همکارای من تا ساعت‌های صبح بیدارن. من روزای زوج مثلا مطبم، روزای فرد اینا دیگه تبلیغ میشه نگیم، روزای فرد اتاق عملم، عملات تو خیلی دیر وقت طول میکشه. دمت گرم، دم همتون گرم. بلنشین یه ذره، همونطور که مسعود گفت، آره گفت هر نیم ساعت یه بار، الان 40 دقیقه گذشته. بعد اون رفیقمون هست که الان میاد. آره آره الان تکون بدی بالا رو نگاه کن. آفرین. پایین نگاه کن. نه دیگه خیلی پایین، غلط کردم، بالا رو نگاه کن. دورت صاحبش اینجا، دست راست رو زر رو سر، چپ و راستم بخندین این کارو بکنی. این وقت فشارم بده، دارم میده چکار میکنم؟ آها الان خوب شد. خب جلو جلو. پشت سر. اوه به اینجام فشار اومد. آره دیگه خون تو هم انجام بده دیگه، چه ربطی داره حالا خودت این کاری رفیق دکتری. خب بریم بیاییم، 1-2-3 بگو بریم بیاییم. 1-2-3 بریم بیاییم. دکتر مسعود صابری مهمان خندبان است. حالتون چطوره؟ بسیار عالی. آرزو چی داری؟ من به خیلی از چیزایی که می‌خواستم خدا رو شکر رسیدم. ولی چند تا آرزوی خیلی بزرگ دارم. یکی یکی بگم یا همه رو با هم بگم؟ همه رو با هم میشه گفتی؟ 4 تا پشت سر هم بگم؟ آها بگو بگو. یکی از آرزوهای خیلی بزرگم اینه که یه مجموعه کتاب دارم، پزشکی در جنگ و بحران. 150 جلد و هر جلدش 1500 صفحه است. یه تکست دایره المعارف برای اولین بار در دنیاست. 3 جلدش هم تا حالا جمع‌آوری شده. 4-5 هزار تا پزشک و همراه و استاد اینا هستن.
امیدوارم که این تا من زندم عمرم به این برسه و انجام شه. اینو تو داری ارائهش میدی و جمع‌آوریش میکنی؟ تزش و به قول معروف ایدش و پیگیریاش و اینا 8 سال گذشته با من بود. خب دمت گرم. امیدوارم این اتفاق بیفته. اسمش چی؟ پزشکی در جنگ و بحران. ببین پزشکی روزمره‌ای که ما میخونیم یه چیزه، جنگ یک قصه جداست، بحران هم یه قصه دیگه است. بیهوشی در بیمار معمولی با جنگ و بحران فرق داره. کسی که گله خورده، ترکش خورده، سوخته، اینا متفاوت. خب آرزوی دوم. یه آرزوی دیگه اینم که یک روزی یک خونه باغ خیلی بزرگ داشته باشم، یک جای خیلی خوشاب و هوا. اینو منم هستم. بعد بیا با هم به آرزومون برسیم. آره حالا بذار ببین بعدش چی میشه. با عشق و صمیمیت و علاقه و کمک خودم و دوستام یه ساختمونه خیلی شیکی بسازیم، استخ داشته باشه، درمانگاه داشته باشه، ورزش اینا. بعد از 40-50 تا بچه شروع کنیم، بچه بی سرپرست، بچه یتیم بکنیم 100 تا 200 تا. این بچه تو همونجا بزرگ شن. فرقش با مراکز دولتی و خیریه ها و بهزیست و اینا این باشه که اینا فکر کنن اینجا خونه خودشونه، اینقدر آرامش داشته، برن مدرسه، برگردن، یکی ببرتشون بیارتشون. و بعد این روز به روز بزرگتر شه، اینا برسن به دانشگاه، خودشون برن سر کار، بعد خودشون بیان از اینجا حمایت کنن بزرگترش. کاری که یوسف داره میکنه، یوسف اصلانی. بله. اتفاقا سید به من گفت بریم بهش سر بزنیم. آره اون داره این کارو میکنه. آرزوی سومم باز به این نزدیکه. انقدر در زمین موسیقی برم جلو که بعد از این مردم خوب بخوام، اگه به من علاقه دارن و به کارم علاقه دارن بیان کمک کنن. ببین مراکزی مثل محک، به مرکزی که دستشون خالیه و به کمک ما احتیاج داره. یکی از آرزوهام همین دم دستمونه. میخوای راجعش صحبت کنیم؟ این آرزوته؟ آرزوه. آره خب توی کشور ما خیلی از کارا انجام میشه برای بچه‌ها، غربالگری‌ها. مثل چی؟ مثل شنوایی سنجی، مثل بینایی، آزمایش تیروئید، فشار خون. اینا رو دیگه مردم یاد گرفتن. مامانا کی اینجا هست مثلا برای واکسیناسیون همه بلدن. تیروید بچه ها رو میرن چک میکنن، گوششون رو یا بیناییشون رو، یا برای مدرسه میرن معاینه میشه. این رشته ما ستون فقرات یه قسمتشه که خیلی مظلومه. این ستون فقرات هم غربالگری داره. یکی از آرزوهای قلبی من اینه که یه کمپینی را بیفته که پدر و مادرها، والدین بدونن که بچه هاشون رو بعد از کف پا تا فرق سر رو اسکن کنن. این ستون فقرات یه زوایایی داره، کجاش صافه، کجاش کجه، کف پای بچه. چرا؟ به خاطر اینکه پیشگیری از خیلی از این مشکلات که ما ازش خبر نداریم در آینده میتونه جلوگیری کنه از بروز مشکلات مفاصل، لگن، دیسک، گرفتاری ها. آره اینه که دوست داری راجع به این که دم دستمونه صحبت کنیم. بفرمایید. خب بسم الله. شما بفرمایید. خیشون خب آرزوی شماست. شما زحمت من تو آرزوتون ورود نمیکنه. شما زحمت بکش بیاد. ببین. سلام. سلام. تو که مادی فرز همکارای ما هستن. چطوری؟ کفشون و در بیاریم. برو. این روش خیلی ساده است. بدون اشعه، بدون خطر، بدون دردسر. خدایا بعد این همه ساعت اتفاق این تو نیفتاده باشه. نه. نه نه نه. میخوای من کمک کنم؟ نه. نه من آدمه. کمبوه. بدیم. نه. از این درگیر با حال شما دیگه توضیح بده آقای جوان. این جونه روش بسیار ساده است. اصلا من با عزت میرم میشینم. نه بابا یه کنار آرزو تو من واسطا. نه من از دور آرزو شما تنم. یه تکنولوژی خیلی ساده، شما نه اشعه دریافت میکنی نه برای شما خطری داره. فوق العاده سریع از کف پا لگن تا ستون فقرات شما رو میاد از لحاظ ارتباط مکانیکال بررسی میکنه. خب مثل یک ماشین اگه اجزایی نسبت به اجزای دیگه تطابق نداره یا تناسبی توی حرکت یا اتصال نداره شناسایی میشه. این کمک میکنه ما به موقع اصلاح بکنیم، به موقع وارد تغییرات اصلاحی بشیم و نرسه به جایی که دیگه نشه با درمانهای ساده و پیشگیرانه اون مشکل رو برطرف کرد. ما راجع به اختلالاتی صحبت میکنیم مثل صافی کف پا، مثل انحراف زانوها، مثل بالای پایین بودن لگن، مثل انحرافات ستون فقرات که خیلی خیلی شایع به خصوص تو زندگی امروزه به دلیل استایل غلط و عدم تحرک خیلی زیاد دیده میشه. اگه به موقع شناسایی بشه به موقع هم درمان میشه.
شامل پلیت یه اسکنر فشاریه و فشار رو بسی کیلوپاسکال اندازه گیری میکنیم، یه سیستم در واقع اندازه گیری ستون فقرات. آقای دکتر کف پای رامبد عزیزو میشه نشون بدیم؟ بله حتما. در واقع میاد فشارها رو بر اساس کیلوپاسکال اندازه گیری میکنه و یک طیفی از رنگ میده، قرمز به آبی. قرمز نوای پر فشاره و آبی خیلی کم فشار. این توضیح طیف معنی داره، استانداردش یک معنی داره، مثلا قسمت پاشنه باید پر فشار باشه، سر انگشت اول. هر گونه تغییری نشان دهنده یک اتفاقیه، آیا پا صافه، آیا قوس زیاده، آیا از زانو انحراف داره. ما نقاط دیگه ای رو میبینیم، مربعایی تو تصویر که مرکز ثقل داره نشون میده، خب که مرکز ثقل باز نحوه توضیحش بین دو تا پا، جلو عقب قرار گرفتنش، چرخشش به چپ و راست، بیانگر انحرافات لگن هستش. در واقع یک از مؤلفه های مکانیکال استفاده میکنیم. حالا من میخوام تو کیس شما توضیح بدم اگه اجازه هست. راحت بشین. ما داریم میبینیم که نقاط فشار رو سر انگشتای 4 و 5 و 3 نباید اینقدر باشه، در صورتی که باید تو سر استخوان اول بیشتر فشار باشه. ببین با چه شرایطی داریم خندبانه میسازیم و این توزیع فشار، فشارها نباید یه جاهایی باشه ولی هست. خب و به همه از مؤلفه‌های عمودی وارد به ستون فقرات شما افزایش پیدا میکنه. از سمت دیگه مرکز ثقل شما بیشتر به سمت راست تمایل داره. چه دلیلی باعث شده که این اتفاق افتاده؟ آیا طول پای چپ و راست شما با اختلاف داره؟ آیا انحراف ستون فقرات دارید؟ آیا اصلا کج واسدید؟ که آیا راستای لگن شما تقارن داره، بالا پایینه؟ ستون فقراتت نسبت به لگنت عموده، الان شما روی پای راستت بیشتر فشار وارد میشه، یعنی شما پات رو چجوری قرار دادی؟ احتمالا اینجوری وامیستن. ما خیلی چجوری را میریم؟ دوربین امیدوارم بگیر. اینجوری بعضی اون اینجوری را میشه. خب این اشکاله راه رفتن ماست. الان شما در پای راستت همین مشکل رو مثل من داریم. من کفشامون اینجاهاش بیشتر ساب میره، دقت بکنی. مامانا میدونن من چی میگم، بیرون کفش بچه هاشون خیلی بیشتر ساب میشه. خب حالا ستون فقرات هم زحمت بکشه. بله ستون فقراتشون هم حالا با این در واقع سیستم دوربینی که هستش، راسته های بدن شما رو میایم ارزیابی میکنم. حتی تو مقوله پا خدمتون بگم، اکثر اتفاقاتی که میفته ناشی از انحرافات توی پا هست. بچه هایی که پاشون صافه، موقع راه رفتن پنجه هاشون رو به سمت داخل میذارن، یا در واقع با چرخش پاشنه به سمت داخل راه میرن، به عنوان یک پایه و اساس یا ستون بدن میاد که باعث میشه در دراز مدت به تدریج و آهسته آهسته لگن و ستون فقرات منحرف میشه. بنابراین یه بچه‌ای که کف پای صافه خیلی زود باید اقدام بشه براش. یه بچه‌ای که پاش پرانتزی تا قبل از اینکه ستون فقراتش منحرف نشده باید به درمانش رسیدگی بشه. پس به خاطر همین ما پا رو اول میبینیم به عنوان شالوده و بیس در واقع ستون فقرات. ستون فقرات از شخص میخواییم به یک سمت، حالا راست یا چپ بچرخه و باز هم عادی قرار بگیره، به سمت پشت میایم با یه نقطه گذاری که نرم افزار به ما میده. دیگه الان ما با شخص کنیم، الان به صورت خیلی ساده در یه نقطه گذاری تو نای شونا اختلاف سطح شونای آی جوان رو ما داریم میبینیم. آخ این اختلاف سطح در خیلی از موارد ناشی از انحراف ستون فقرات هستش. الان چه جوریه وضعیت من؟ شونه در واقع سمت راست شما پایین‌تر از سمت چپ واقع شده. ای با اینجوریه؟ و به یک اندازه 1.5 سانتی متر اختلاف سطح داره. چقدر؟ 1.5 سانتی متر. حالا اگه ما بررسی بخوایم بکنیم، خب هر چی بگذره این تو تو هر چی بره جلوتر یک حد که دقیقاً کتف‌ها و ستون فقرات این انحراف. سلام مسعود جون شده. خب بنابراین شما الان اشعه‌ای نخوردی، ایکس رای دریافت نکردی، به عنوان یک اسکرینینگ غربالگری اولیه به شما شک کردیم که انحراف ستون فقرات داری و با یه توصیه به سمت پزشک متخصص ارجاع میشید برای بررسی‌های بیشتر. بله خب بنابراین شک کردیم، شکمون رو بررسی می‌کنیم، اگر وجود داشته باشه درمان به موقع می‌کنیم. درمان‌ها هم ساده است. مسعود جان خب بیا پیش من دیگه. آره دیگه نفس قطعا نمی‌دونم پیش ایشون دیگه. ایشون شناسایی میکنه به تحویل تو میده. شما بیا شناسایی شدی بیا. خب بعد چی؟ در واقع قسمت های مختلف دیگه میایم برای لگن. الان پشت سریامون هم کجن؟ شما همه تون کجین؟ به جانتون. خب البته
نکته‌ای که شما میگی کاملا صحیحه. خیلی چیزا مثل عادت کار کردن، عادت نشستن راه رفتن. مثلا کاراکتر شخصیت فرد در دراز مدت منجر به انحراف میشه. صندلی‌های بد در دانش آموزا، کوله های سنگین نحوه حمل نادرست، اینا همه مواردی هست که واقعا باعث ایجاد انحرافات خواهد شد. نیمروخ همو بده بینم. روخشون که کج بود، نیمروخ هم ببینید. شکم همو مسعود لاغرم کن. وضعیت بوز دورسال تو چی کار کنی؟ فکر شامی نه؟ تو خیلی از موارد به خاطر حالت بعد مطالعه کردن استفاده از گوشی این اتفاق میفته. یعنی میخوای بگی رامبد مطالعه زیاد کرده؟ والا یعنی تو میخوای بگی نکرده؟ عزیزم تو پزشکی، ما هم کار خودمون رو بلدیم، ما هم تو کار خودمون مطالعه میکنیم. یالا بفرمین. چاکرم. خب خیلی ساده، حالا من بگم چه موارد استفاده ای داره. فقط سرم چی فهمیدین؟ بله، پشت سر سرت داشتن غیبت میکردن. آره. چیزایی میگفتن، گفتن کج و آره. الان باز اون وضعیت انحراف شانه هاتون باز تو نمای پشتی هم کاملا مشخصه. اه نگاه کن راست پایین تر مسعود. بله دیگه. باز این اختلاف سطح شانه ها هست. خب خیلی از موارد گردن دردها به خاطر این اختلاف سطح، خیلی کمر دردها به خاطر انحرافات خیلی خفیفه که با چشم عادی قابل شناسایی نیست، که خیلی راحت با این ابزارهای ساده و بی خطر میشه اونو مشخصش کردن. حالا رامبو جان خیلی ناراحت نباش، من از شما کشترم. میدونی چرا؟ من که 7 ساعت سرم اینجوریه دارم کار. آره. خب این یعنی این مشکلیه که همه ای ما داریم. روز اول که من با ایشون آشنا شدم رفتیم خندیدیم، گفتیم خب ما که اینجا، بعد رفتیم دیدیم مام هست، بعد دوستامونو بردیم اونا همه هستن. خب حالا نوع زندگی و کار کردن این زحمتی که به آقای دکتر دادیم، ما دست درد نکنه. خیلی ممنونم. خب من میخوام از شما کمک بگیرم، یه کمپینی را بندازیم. یه کارناوال شما داری، ما از این بچه‌ها خواهش کنیم با اون اتوبوس شما برن توی مراکز جنوب تهران، تو مدارس. جای این کار کجاست؟ تو مدارس، توی مراکز نظام سرباز. اینا جایی هستن که تعداد مراجعین زیادی داریم و میتونیم در عرض 1 ساعت همه رو اسکن کنیم و تو 100 تا بچه مثلا کلاس اول توی مدرسه 20 تاشون رو بگیم اینا رو ببرید به پزشک مراجعه کنه. توی مثلا یه جایی که 3000 تا سرباز داره 300 تاشون و 500 تاشون رو شناسایی کنیم و براشون یه کار مفیدی انجام بدیم. این کمک رو من از شما میخوام. عالیه. خب مسعود عزیز، من یه چیزی بگم راجع به کمپین که مسعود گفت. ما چند وقت بود یادمون رفته بود، الان چند شب یادم افتاده دارم میگم. ستاره 780، ستاره 95 مربع، یادتون باشه قرار بود که کیا به این کمپین کمک کردن، به ستاره 95، ستاره 780، ستاره 95 مربع قرار شد که به بچه‌ها این پول جمع بشه برای بچه‌ها. قرارمون هم اینجوری شد که هر ماه یه عددی به این واریز کنیم. دمتون گرم، بیش از 5 میلیارد تومان پول جمع شد و هنوز داره هزینه میشه. گزارشش هم بهتون دادیم برای بچه‌ها و اصولاً بچه‌هایی که در مناطق محرومن و در شرایط بی امکاناتی هستن یا شرایط بد سرپرستی یا بی سرپرستی هستن یا اصلا در شرایط بد جسمانی هستن. اینجاها داره هزینه میشه، همینطور با در کنار یوسف اصلانی برای ساختن اون مجموعه درمانی ورزشی تفریحی. خدا رو شکر که مجموعه دخترانش هم داریم راه اندازی میکنیم. این اتفاق بزرگیه. آره دکتر مسعود صابری عزیزم، شما هم لطفا به این کمپین کمک کنید. چشم. چقدر؟ شما چقدر صلاح میدین؟ زیاد. چشم. بگو از طرف خود تو چند تا دکتر دیگه؟ 10 تومن. 20 تومن. چشم. چند تا دکتر بشینا؟ دو سه تا از دکترها. دو سه تا دکترا 20 میلیون تومان به این ماجرا کمک کردید. این عالیه. خب مسعود، طبق
شما هم تو ذهنتون قرار قول بذارین ها، دوباره هر ماه این واریز رو انجام بدید. اتفاق بزرگی. خیلی ممنونم از تو و همکارای خوبت که یکی دو نفر دیگه هستین که به این ماجرا پیوستین. بگو که قولت به نظرم همین باشه دیگه، بیشتر بهت فشار نمیارم. من یه قول خیلی چیزه آماده کردی خوشگل نه یه قول خیلی قول دادم از قبل. خیلی خوب بگو. یه بچه یه سندرومی داره. خب سندروم مادرزادی. چه سندرومی؟ حالا اسمش خیلی پیچیده است. چیزی افتادگی جسمی داره، نمیتونه راه بره اینها. بعد این آرزوش اینه که بره کنسرت. عزیزم من. چند سالشه؟ 4 سالشه. بعد به خانواده‌اش قول دادم که از چند تا از خواننده ها و نوازنده ها کمک بگیرم و اینا رو ببرم منزلش و اونجا براش این کار رو انجام بدم. کنسرت تو خونش برگزار. آره کنسرت تو خونش. این عالیه، این عالیه. چه حالی میده کنسرت تو خونه آدم. و کاش که خود منم جز خواننده ها بودم مثلا، منم میخونم. خب میتونی که بکن این کارو. آره دیگه بکن این کارو. چشم. آره دورین ما میاد اینو میگیره نشون میده. کیه این اتفاق؟ دیگه هر وقت شما هماهنگ کردی و من تو این ماه میشه. آره حتماً، آره حتماً حتماً. عالیه. آره اسمش متینه و یه مدت طولانی بیمارستان بود. من طریق همین فضاهای مجازی آشنا شدم، رفتم دیدمش و خدا رو شکر حالا اون فاز بحرانی رو گذرون. بعد حالا اومده خونه و چون انقدر شدت داشت بیماریش، لوله گذاشته بودن، دستگاه بهش تنفس میداد. خیلی چیزای سخت و بدیه، خدا برای هیچ کس نخواد، حالا هم برای خانواده هم برای اطرافیا. بعد چقدر خوشحالم که همه همراهی و همدلی میکنن. یعنی اینقدر نوشته ها کامنت های قشنگ داشتن و چقدر به خانوادش حس خوبی منتقل میکردن. من میخوندم اینا رو بعض وقتا و امیدوارم که ما ایرانی ها مثل همیشه پشت هم باشیم، به هم کمک کنیم ایشالله. و همدل و همراه باشیم ایشالله. سه تا کار قانون خندوانه، دو تاش قانون خندوانه، یه دونش هم الان ازت میخوام که اتفاق بیفته. یک، لبخند باید بزنی و رای جمع بکنی. دو که آها گفتی قولتو گفتی. سومیش هم برامون یه آواز بخونی و بعد بریم. خوندم برات زنده دیگه، به اون قشنگی برای ایران خوندم. آقا خوندم یا نخوندم؟ سوال اونهایی که میگن الان بخونه دست بالا دیگه. واقعا نگاه یعنی از پای سرت نگاه میکردی همه دست بالا بود. هم الان من باید خوشحال بشم یا غافلگیر؟ هر دو. یه غافلگیر و خوشحال. خب میکروفون میدیم بهش. متشکرم دانیال. تو کجای این شبی؟ بهت صدام نمیرسه، حتی بارون بباره به گریه هام نمیرسه. چند تا پاییزو شمردم به بهارت برسم، نفسی نمیمونم دیگه کنارت برسم. چه حالی میده دکتر آدم اینجوری باشه؟ نه داره نگاهت میکنه. اینم برای دکتر بیا تو بغل. اینم برای خندوانه. همدیگر. تو با علی سرتیپی و رسول صدر عاملی. علی سرتیپی از تایید کننده های بسیار بنام و پخش کننده های بسیار بنام و موفق، و آقای رسول صدر عاملی هم که همتون میشناسید. آقای صدرعاملی پسر خالمه، علی سرتیپی هم داییمه. یعنی علی سرتیپی دایی رسوله؟ نه آقای صدرعاملی پسر خاله علی و مادر من میشه. ما رفت آمده خانوادگیم اینقدر نزدیکه، خدا رو سه هزار مرتبه شکر بزنم تخته، ایشون مثل پسر خاله من. چه باحال. البته برادر کوچیکشون که با من هم بازی بود، خدا رفتگانشون رحمت کنه، فوت شده، ما با هم بزرگ شدیم، مثل پسر خاله من. چه عالی. من پیشنهاد میکنم علی سرتیپی عزیز و آقای رسول صدرعاملی عزیز رو تشریف بکنیم.
مسعود جان لبخند آماده ای؟ 15 ثانیه 20 ثانیه آره دیگه نه دیگه حالا تو هم بگو از من تو عمرم 30 ثانیه فرصت نداشتم بخندم بهش رحم کنین دیگه اونم الان این ساعت آماده 20 ثانیه 1 2 3 لبخندش ملیح بود آه خیلی متشکرم من اجازه میخوام به شما هدیه هامو بدم منم اجازه میخوام از شما قبول کنم با افتخار قربان شما مدرسه صبح رویش تعدادی جوون جمع شدن یه مدرسه زدن برای بچه های کار 400 تا کودک کار دارن توی مدرسه رایگان درس میخونن بازی میکنن، حال میکنن، مهارت یاد میگیرن، کیف میکنن، کودکی میکنن. چقدر عالی. آره. و این جوانا دمشون گرم که این کارو باحال دارن انجام میدن. این قرارشو چون یه شب اینا اومده بودن مهمون ما بودن، بعدم سر چشمن گذاشتن این تیم. قرارمون این شد که چون ظرفیت محدوده، هر مهمون ما یه کودک کاری رو که جایی میدونه داره کار میکنه، هستش، فلان، این فقط با این حالا به توضیح میدم چه جوری با این اتصال ایجاد بکنه به واسطه تو اون برید اون تو رایگان درس بخونه و کار کنه و حال کنه و این تو چیز میشی به قول معروف قلاب اونا رو میندازی به این کودک چقدر خوب و با ارزش آره این خیلی خوبه دستت مخلص هدیه 780 حامی برنامه رو تقدیمت میکنم دستش مخلصم و چند تا هنرمند باحال تعدادی از این تابلوها که با طلای 24 عیار درست شده رو به ما به قول معروف پیش ما به امانت گذاشتن که به مهمونامون تقدیم بکنیم بسیار با ارزش مخلص و لوح خندوانه که خیلی دوستش داریم خیلی عزیزه و هم توی خونه مهمونهای بسیار عزیز ماست دست شما مخلص به احترام مردم عزیز ایران بلند میشیم یا آرزو برای مردم سلامتی و دل خوش جیب پرپول و لب خندون هم باشه جیب پرپول و لب خندون الهی هم مردم عزیز ایران ما شما رو خیلی دوست داریم خیلی شما خیلی عزیزیم خیلی شما خیلی قشنگیم خیلی ایشالله ستون فقراتتون صاف و همه چیتون سر جاش باشه اونجوری که امشب از مسعود عزیز یاد گرفتیم و مراقب خودتون باشید ایشالله سالم و سلامت باشید و آرزو میکنیم دعا میکنیم مثل هر شب که همه مریض از بستر بیماری انشاءالله مخلصیم رو به اونجا شما بگید 1 2 3 با دست راست اینجوری میکنیم میگیم شاد باشید 1 2 3 شادی اون چیه که میره جلو بازمونه خندوانه اون چیه که همه رو میخندونه خندوانه خوش خندت کوش خندوانه هر جا هستیم شبکه نسیم کوش خندوانه به کلی آدم زحمت کشیدن و خندوانه ساختن دیدن و که نکنه دلت بگیره خستگیتم در که میره وقتی شروع میشه همه چی خوبه هر کی میبینه میدونه تو دلمونش ها میکوبه بگو تو هم یه بار بگه وقتی شروع میشه همه چی خوبه هر کی میبینه میدونه تو دلمونش ها میکوبه 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 اون چیه که میره جلو بازمونه خندوانه اون چیه که همه رو میخندونه خندوانه هر جا هستیم شمع که نسیم کوش خندوانه
که همه رو میخندونه.